من بت کردن از ازشون بت ساختن بت ساختن میدونی از اینا رو کسی میاد پخش کنه صحبت های همین پری روزه کیان پیر فلک رو کسی میاد پخش کنه من به خیلی تا میرسم عکس کیان پیر فلک نشون میدم میگه آهای کلاه فرور تو سرشه میگم نه چی دیگه خاطر عزیزی داری اینو بگذر بگو ها آره کشتنش باید میگم خب چه خاطری داری به جون شما به هر کی من میگم زورم میزنم آدمای فهمیده تحصیل کرده تریبوندار نمیگه که آقای گفت من از قرآن بیزارم خب وقتی مادرش ایره سر گور گفت من خبر دارم بچه های محلم بچه های کلاسش خانواده هاش معلمش به من زنگ زده گفته خبر دارم میگفت تو مدرسه های حرفا رو میزد تو کلاسش این حرفا رو میزد کیان پیرفلک خب چرا حرفای کیان پیرفلک 9 ساله رو پخش میکنی شما آقا زن 10 بار گفتم سال. زنده باد بی خبرنگاری که بودو بودو اومد میگن اطلاعاتی هم بوده فلان اومد آقا تو وصیت چی کردی ثبت تاریخی که کرد ثبت تاریخی هر کی میبینم میگم شنیدی مجید رضا رهنورد پیش از اعدامش چی گفت آره گفت شادی کنید گفتم قبل شادی کنید دیگه چی گفت گفت آره موزیک بزنید مثل که تو برای مادرت گذاشتی وقتی که اینجا رو کشتی جنگ گفت موزیک بذارید ویگن هم آمده بود خونده بود هادی خورسندی هم نمایشنامه نوشته بود میگه نه چی گفت مجید رضا رهنورد به جون شما هیچ کس نمیگه که این گفته بود که نه قرآن بخوانید نه نماز بخوانید در گور من شادی کنید شادی آخریش میگیره چون خطرناک نیست براش یارو من میترسه خطرناک بعدم رو در رو به یزدان سوگن با هم در رو در رو بودیم با خیلیا میترسه بگه یا اصلا یادش رفته که رضا رهنورد میگه که قرآن نخوانید تازی نماز تازی بر من نخوانید شاد باشید همشو بگو این همه شما گروه دارید فلان کدومی که از حرفا رو پخش میکنید نیکا شاکرمی عزیزم که هنرمند بوده مهسا که هنرمند بود همون روز اول من در مصاحبه با فرانسوی ها گفتم مصاحبه با آقای سیروس شرفشاهی گفتم آهنگای هنریش پخش کردیم گفتیم که هنرمند هنرمندای ما رو زدن نشون کرد بودن بچه های خردسال و بزرگ و کوچیک و کشتن اینا رو چرا نمیایین بگین تو این گروه هایی که دارین تو گروه هاتون باید ضد افکار تازی رو مطرح کنید و این پیامبران نوین جهان آریایی رو باید مطرح کنید و صحبت رو بگید سرتون رو کلا میذارن میرین پی کارتون یعنی کلا سرتون میکنن باز دوباره همچی گشادتر از 1402 سال پیش بیشتر حالا بگم چجوری؟ آفرین تا استودیو ما آماده می شود برای پذیرایی از خانم لیلا فروهر ازتون می خواهیم به انار انار با صدای مرتضی گوش کنید که برای دوستانش پخش می شود سلام چرا اینه بگم دیگه؟ آره بعد بعد این اسمان رو تم دیگه بریم سیاه نگاه کن خب خانم لیلا فروهر هر چی میتونه عقب تر خب خانم لیلا فروهر یه بار دیگه به استودیو آقای ایران خیلی خوش اومدی
گوش کن چند دقیقه آخر رو، گوش کن. الان که رژیم در حالت نابودی است، سه تا راه حل هم داره این نابودی، یعنی سه تا راه حل نابودی است، سه تا راه حل برای تغییر در ایران هست، سه تاست. یکیش اینه که شما مردم آزاده و دلیر بپاخیزید و بخشی از نیروهای مسلح مقتدر بیان از شما پشتیبانی کنن، این نظام تازی رو، این نظام 1402 ساله شیعه سنی اسلامی هر فرقی که اسمش کنه، ایره از این قدرت سیاسی ایران بندازید دور. نمیگم هم همه رو بکشید، نه، رهبرانشون محاکمه میشن ولی به بقیه هیچ کاری نداریم ما، محاکمه هم نمی کنیم پایین رو، میرن دنبال کارشون. حتی پاسدار ماستر اطلاعاتی های و سی جی های پایین رو کاری نداریم، حتی محاکمه هم نمی کنیم. سردارها محاکمه میشن، سردارها محاکمه میشن و بقیه همینطور دست نخورده میمونه، لباساشون عوض میشه، شیر و خورشید تو لباساشون میاد، آبی، سپید، روشنایی تو لباسای اینا میاد، تو ذهنشون، تو ذهنشون، ذهن اینا رو آریایی ایرانی میکنیم، روشن میکنیم، اوستایی میکنیم، همه ای تو دارو باشون کاری نداریم. فکر نکنین بچه‌ها بیان بهتون بگن که میخوان همه شما رو بکشن اینا، این بچه خود نه، به خدا به شما هیچ کار نداریم. شما بقالی رفتی بسیجی شدی، مهندسی رفتی بسیجی شدی، پاسداری رفتی حقوق داری میگیری، به شما پایینه هیچ کار نداریم. فقط اونهایی که آیت الله هستن، در مرحله بالای فقاهتی هستند و سردارانی که سردار هستند و تسلیم مردم نشدن و با اینها جنایت میکنن، اینا محاکمه میشن. اینا مجموعه شون به 50,000 نفر نمیرسه از 86 میلیون ایرانی. به بقیه هیچ کاری نداریم، نترسونن شما رو، نترسونن. خب راه حل نخستش اینه که بیان برای آزادی ایران بخشی از نیروهای مقتدر و مسلح و آریایی و نیروهای امنیتی اینا به مردم بپیوندن، این آخونده رو بریزن تو چاه جمع کردن. این راه حل مردمی و درست و خوبشه. راه حل دوم این هست که رژیم خودش بیاد اسهال بکنه، یک اسهالی بکنه، یعنی بالا بیاره این اسهال رو، اسمش خود مدت هاست گذاشتن اصلاح، اصلاح طلب. این اسهالیون رو، این اسهالیون هم پروژه‌ای که هاشمی رفسنجانی داشت که کشتنش، نذاشتن عملی بکنه، بگه آقا در مملکت وای همه بیاین تو، ما هیچ کس کار نداریم، هیچ کس. بعد امکان داره بگم که آدم کشتن مثلا اون نیروی اونا رو هر کسی نکشته بیاد کاش نه. خب این در حواس همه برید، این پروژه رفسنجانی بود، سعید امامی، سعید اسلامی هم برای همین کشتن، چون شعار ایران مال همه ایرانیان است، شعار سعید اسلامی بود، هست تو روزنامه، تو رسانه، تو حرفاش، تو سخنرانیاش، این از شعارهای با اینکه سعید اسلامی، سعید امامی تو خونه خامنه‌ای کار میکرد ولی تو پروژه تغییر و تحول رفسنجانی بود و این شعار میداد. اینا اون موقع شروع کردن به جای که رفسنجانی بکشن سعید امامی رو کشتن، واجبی گفتن خورده و قتل زنجیری مثلا، چون خاتمی رئیس جمهور شد میخواستن خاتمی رو جور بگونه کنترلش اینا بکنن که زیاد نرفته تو آغوش رفسنجانی با خامنه‌ای بمونه. اون نجف آبادی رو وقتی که وزیر اطلاعات کردن به خاطر اینکه وزیر زراعت اطلاعات ورش دارن آدمای خودش جواز بذاره فلان و قطره زنجیری و خودش قصه‌ای داره. خب این پس ما میگن این اطلاعاتی پروژه راشم رفسنجانی که اصلاح طلب ها رو بیارن و اینا بگن آره همه برگردین ایران، روسری هم واقعا کسی نمیخواد بذاره، این طرحی که روسری نذارن اصلا رفسنجانی ما تو نماز جمعه گفت وزالا، روسری نذارن رفسنجانی ما توی نماز جمعه گفت، هنوز مسئول بود تو مملکت، حالا بعدم مسئول‌تر شد در مجمع تشخیص اصلاحات نظام، اما بعد گفت و گفت که آره روسری چرا اجبار بکنیم اینا. او سالا پیش برای مثلا خامنه‌ای مثلا جوش واسطه دیگه این ارتجایی و بعد بگن که آقا همه بیان ایران، آره همه خواهم بیان، شاهزاده رضا پهلوی، پرنس بیاد، بله پرنس با بچه‌هاش دختراش میان، آره دیگه روسری هم که آزاده، شهبانو تشویرن، بله 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 شهبانو تشویرن فلان. بعد اینها ولایت فقیه رو نگه میدارن ولی یک ولایت فقیه مثل ترکیه و
حکومت اسلامی، امپراتوری اسلامی خودشون رو مثل ترکیه نگه می‌دارن. بعد همه هم برن دیگه برای عاشورا و امام حسین سینه هم می‌زدن. مثل که همیلون دیدی اون نرمشون اون نرمشون هم برده بودن که سیستم آخوندی رو و فکر رو، تفکر آخوندی اسلامی رو نگه می‌دارن. ولی رنگش عوض می‌کنن، رنگش همون حالت مشروطه سلطنتی که بود میکنن مشروطه فقاهتی، چون بهتون گفتم که در نظام مشروطه فقها حق وتو دارن در قانون اساسی، متمم قانون اساسی مشروطه زمان شاه، آخونده حق وتو داشته و دارن. برید بخونید میگن آقا مشروطه، حکومت مشروطه موافقه، حالا وجه سلطنتی میزیم فقاهتی دیگه. خب این راه دومه. راه سوم چیه؟ راه سوم اینه که غربی ها که یعنی استعمار و موندیالیزاسیون، نه این نظم نوین جهانی که نمی کنه، ولی یه روز یه کودتا چیزی تو ایران بشه، این نیروهای خارج از کشور که هستن، مارکسیست های اسلامی، نیروهای اپوزیسیون های اینا رو ببرن ایران، که اینا هم باز خوب همو اسلامی هن دیگه، و کمی حالا آزادتر دموکراتتر ولی اسلامی هن. این سه تا راه حل. حالا قدرت‌های جهانی که شما اصلا نمی‌دونید، یعنی در رابطه با قدرت‌های جهانی و نظم نوین جهانی که اصلا نمی‌دونید، چون صد بارم گفتم همه فکر می‌کنن که مثلا از زمان میرزا عبدالله جورج بوش اومد گفت آقا نظم نوین جهانی از نظر جورج بوشه، یا یکی میگه نه گورگ سایروس اومد از گورگ سایروس، یکی میگه نه بیل گیت اومد از زمان بیل گیت. این بعد وقتا هزاران سال نظم نوین جهانی است، هزاران سالی که این جهان رو با نظم و اطلاعات و امنیت یک گروه خردمند میچرخونه که دست اراذل و اوباش و خونخوارا اینا نیفته. وقتی هم که افتاده اینا قتل عام همونجوری که بخواهی کردن، چقدر سر بریدن از مملکت خود ما، از تازی بگیر و چنگیز بگیر. خب این نظم بوده و شما هیچ اطلاعات هم ندارید، یعنی اینا کمی میان زر اضافه میزنن، ببخشید پوزش میخوام، همین هایی که میان فرمایشاتی میکنن، بشینن قیافن بگیرن بحثن، اصلا نمیدونین چی به چیه. میخواین از یکی بپرسین بدونین دنیا دستی کیه، چی به چیه، اصلا چیه، حضرش یک سوال بکنید، هر این عکس رو نشون بدین، این عکس بگید این کیه، بگید این عکس عکس کیه. حالا از وقتی بشناسنش او دیگه همه از سیاوش اوستا افلاطون تر میشن دیگه. از خود که ما همونی که خود ما معرفی کردیم، مطرح کردیم توی چهار توی کتاب نوشتیم فلان کردیم، یارو میاد بخ آقا سیاوش افسا شما این جمله‌ای که گفتید، این جمله آن جمله بود، این جمله این جمله بود. آقا من دارم با جدای مردم اینجا صحبت میکنم. من اگر اونطور که کتاب من با خدا رقصیدم چاپ آخریش داره 500 خورده صفحه است که تمام به زبان پارسی است، یعنی یک فرهنگ لغت فارسی است، پارسی است، فرهنگ لغته، یعنی شما هر لغت تازی رو بخواید، من توی کتاب آوردم، چون 10 تا کتاب توشه من با خدا رقصیدم آوردم و واژه پارسی رو استفاده کردم، ولی توی پرانتز واژه تازی رو برای شما گذاشتم.